بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی و شما همراهان گرامی برنامه به وقت بیداری، بسیار خرسند هستیم که در شام جمعه دیگر مهمان شما خوبان هستیم. امیدواریم که تعطیلات آخر هفته تان خوب سپری شده باشه، روز جمعه را به خوبی سپری کرده باشید و انشالله که فردا آغاز هفته و روز کاری دیگر هست با انرژی و با نشاط شادابی انشالله که هفته کاری دیگر را شروع کنیم. بسیار خرسند هستیم که در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع اخلاق تجارت و کسب و کار. سلام علیکم جناب آقای توکلی، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. به محضر شما و همه بینندگان گرامی سلام و درود و تحیات خالصانه دارم. علیکم السلام. بر محمد و آل محمد درود و صلوات میفرستیم. امیدواریم که انشالله برنامه خوبی در خدمت شما و بینندگان گرامی داشته باشیم. انشالله. بله، شما شاید این جمله به گوشتون خورده باشه که همیشه حق با مشتری است. آیا واقعا همین قسمی است؟ خب شاید بگین که چی نسبتی داره با اخلاق تجارت و کسب و کار. خب در تجارت و کسب و کار و داد و ستد، خب یک طرف قضیه مشتری هست، یعنی او کسی است که یا خدمت دریافت میکنه یا یک جنس و کالایی را میخره که در تعابیر دینی و فقه اسلامی و حتی در زبان فارسی ما به او مشتری میگیم. جناب دکتر توکلی، حالا بحث رو با همین سوالی که از بینندگان پرسیدیم شروع کنیم، آیا واقعا حق با مشتری است؟ بله، خیلی سوال خوبی است و ورود خوبی به بحث کردید. همه بینندگان گرامی ما با این شعار آشنا هستند که در اکثر جاها که میرن نوشته حق با مشتری است، یا حتی در مراکز درمانی که میرن اونجا منشور حقوق بیمار نوشته. بله بله. روی به اصطلاح شفاخانه ها و کلینیک ها، بله، کلینیک ها، داروخانه ها نوشته که منشور حقوق بیمار. بله. خب این یعنی چی و منظور این جمله چی هست، جایگاهش در بحث ما چی هست و در واقع مشتری به عنوان یک خریدار و به عنوان یک طرف معامله از چه حقوقی برخوردار هست و چه جایگاهی در بحث تجارت داره؟ بله. و اگر حقوق مشتری رعایت بشه چه سود و منفعتی به تجارت و صاحبان تجارت و کالا و سازمان‌های تجاری میرسه؟ درست. من بحث، چون بحث ما بحث اخلاقی است، از اینجا شروع میکنم که در تعابیر دینی، در متون دینی ما، در قرآن و سنت پیامبر و ائمه علیهم السلام نسبت به این مسئله بسیار صحبت شده به صورت کلی و با زبان دین، با زبان قرآن. بله. مثلا ما در آیه شریفه داریم که میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بله. خداوند به شما دستور میده، امر میکنه که امانت به اهلش برسانید. ببینید در معامله، در تجارت، چه تجارت کالا باشه و چه تجارت خدمات باشه، درست، ما یک سرمایه ای داریم و یک در واقع خدمت یا کالایی که مبادله میشه و دو طرف، یعنی فروشنده و مشتری، دارای حقوق و وظایفی هستند. بله. نسبت به هم دیگه هر دو مکلفن که حقوق طرف مقابل رعایت بکنن و وظیفه دارن که اون چه که بر عهده اونهاست از نظر شرعی و اخلاقی رعایت کنن. بله. اگر این اصول و اخلاقیات رعایت نشه و حقی زیر پا گذاشته بشه، در واقع عدالت تجاری اینجا زیر پا گذاشته شده و حق مشتری یا حق فروشنده ضایع میشه. ما این هفته در ارتباط با حق مشتری صحبت میکنیم و هفته دیگه در ارتباط با حقوق فروشنده خدمت بینندگان عزیز مطالبی رو عرض خواهیم کرد. درست. حالا وارد بحث بشیم بدون مقدمه. ببینید، در 400 سال اخیر که دنیا عوض شده و دنیای جدید آمده،
تکنولوژی آمده، کارخانه های بزرگ و در واقع تولیدات بسیار وسیع شده. حتی در کشاورزی ما دیگه کشاورزی سنتی نداریم، کشاورزی ها بیشتر کشاورزی های مکانیزه وسیع بله. در زمین های بزرگ هست و تجارت ها در سطح میلیونی و جهانی است. بله، مللی و چند ملیتی و فراملیتی. بله، شرکت های چند ملیتی هست و ما در جلسات قبل هم خدمت بینندگان عرض کردیم که دنیای جدید با دنیای قدیم متفاوت هست. در دنیای جدید اصل بر سودآوری و به دست آوردن سود و فایده زیاد است. اصلا فلسفه تجارت همینه. شاید خب... این برگرده به همو یکی از رویکردهای اخلاقی که در باب اخلاق هست. بله. که یکی از این رویکردها رویکردهای همین منفعت گرایانه است. بله بله. مبنایش بله. همو هست جناب دکتر. بله بله بله. دقیقاً تو مباحث بله. فلسفه اخلاق بله. اصلا فلسفه اخلاق حاکم در دنیای سرمایه‌داری جدید فلسفه منفعتگرایی و سودگرایی است بله. که معتقدن هر انسانی باید دنبال به دست آوردن سود بیشتر در زمان کوتاهتر و در هزینه کمتر و هزینه کمتر باشه بله. و شعارشون تولید برای مصرف و مصرف برای تولید هست. درست. هدف اونها این است که میگن انسان باید به لذت بیشتر برسه. دولت موظف است که زمینه لذت‌های بی‌نهایت برای شهروندان آماده بکنه. راهش هم تجارت هست، سوداوری هست. درست. و به دست آوردن اموال. خب در چنین گفتمانی و در بله. چنین فضای بسیار مهم است که ما باز بیم از منظر دینی خودمون بله. ملاک ها را بله. بحث کنیم و به چالش بکشیم و بله. نظر دین را در این زمینه بیان کنیم. دقیقاً. که دین ما چی میگه. بله. باید ببینیم که ما به عنوان مسلمان، به عنوان بله. مؤمن، به عنوان کسی که دل در گرو وحی الهی و تعالیم آسمانی داره بله. وظیفه ما در این ارتباط چی هست؟ دین و سنت و متون مقدس چه گفتن؟ من باز اشاره میکنم به حدیث شریفی از وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام که فرمود بله. الخلق کلهم عیال الله فخیر عباد الله انفعهم لعیاله. چه تعبیر زیبایی. تعبیر بسیار تعبیر زیبایی است که این حدیث حدیثی است که بین اهل عرفان بسیار مطرح هست، بین اخلاقیون و بین کسانی که در واقع تعالیم اخلاقی دینی پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، روی این حدیث بسیار تاکید دارن. ببینید حدیث میفرماید که مردم در واقع واجب النفقه خدا هستن، خانواده خدان مردم. درست. چون خداوند خودش میگه کتب علی نفسه الرحمه، او بر خودش رحمت رو خودش بر خودش واجب کرده، واجب کرده و خودش فرموده که انه هو الرزاق ذو القوه المتین، رزاق خداست. اگر چنین هست پس مردم خانواده خدا به این معنا که واجب النفقه خدا هستن. بعد پیغمبر میفرماید که فخیر عباد الله انفعهم لعیاله، بهترین بنده خدا کسی است که منفعت و سود او به مردم برسه. از چه طریق میخواد منفعت و سود او برسه؟ از طریق رعایت حقوق ارباب رجوع. درست. اگر حالا در بحث ما که بحث تجارت هست، اگر یه آدم دکاندار هست، مغازه‌دار هست، صاحب یک شرکتیه، صاحب یک سازمان تجاری هست بله. و در ارتباط با مشتری هست، بهترین در واقع راه عمل به این حدیث و این آیه شریفه اینه که حق مشتری و طرف معامله خود رعایت بکنه تا جای ممکن. یعنی اون مستاق انفع را در برابر مشتری باید بله. تحقق بخشه و یک دکاندار یا یک معامله‌گر یا یک طرفی تجاری باشه که صرفاً به جیب خودش فکر نکنه، بر اساس اون مبنای سوداوری و منفعت طلبی فقط به فکر جیب خودش نباشه بله. بلکه بله. به فکر فایده و سود مشتری هم باشه که در واقع بله. در آینده اگر نگاه کنیم این به فکر خودش هم هست. دقیقاً بله. ببینید در نقطه مقابل اخلاق مشتری مداری که بحث امروز ما هست، اخلاق سودآوری است. یعنی ببینید دو تا رویکرد به بحث هست. یک رویکرد مشتری مداری است، رویکرد دیگه رویکرد سودآوری هست. درست. بعضی از صاحبان کالاها و در واقع خدمات صرفاً همونجوری که فرمودین به فکر جیب خود و سود حاصله هستند و به این فکر نمیکنن که اگر حقوق مشتری رعایت نکنن در دراز مدت خودشون ضرر میکنن. درست. اصلا نتیجه و خلاصه بحث ما این هست که اگر شما حقوق مشتری رعایت بکنید
و مشتری مدار باشید، شاید در کوتاه مدت سود فراوانی به جیب نزنید، اما در دراز مدت در واقع سود فراوانی گیر شما میاد. در زبان امروز بهش میگن مشتری مداری. مشتری درست. مداری یعنی مشتری ملاک و معیار و میزان هر تجارتی است. در هر تجارتی نوک پیکان تمام توجهات مدیران، برنامه ریزان و اتاق فکرهای تجارت متوجه این است که ما چکار کنیم که مشتری از ما راضی باشه. درست. چرا؟ کمایی چون... که در رسانه که ما در هستیم و در خدمت بینندگان عزیز هستیم، تمام توجه ما باید به مخاطب باشه، که در رسانه مخاطب مداری یک اصل بسیار مهمی است. و اصلا اینکه این رسانه چقدر موفق است، چقدر ناموفق است، این باید از مخاطباش پرسید. دقیقاً دقیقاً. در مورد ما هم این قضیه مصداق داره. درست. و این مسئله در هر جای مصداق داره. ببینید، یک معلم در کلاس اگر شاگردا از او راضی باشن، این آدم موفقه. در دراز مدت میتونه در واقع زمینه‌های کسب و کار و زمینه‌های توفیقات علمی دیگر هم به دست بیاره. درست. حالا ما برای این که خیلی مقدمه ما طولانی نشه، میخوایم یک نکته دیگه عرض کنیم و بعد وارد اصول مشتری مداری و اخلاق مشتری مداری بشیم. نکته آخر این هست، ببینید، اصلا پیامبران، انبیاء الهی و کتاب‌های مقدس آمدن تا برای ما راه بهزیستن یاد بدن، به ما بگن اگر اخلاق داشته باشی، اگر عدالت ورز باشی، اگر اهل انصاف باشی، اگر در روابطت با دیگران انصاف و در واقع حقوق دیگران رعایت بکنی، خودت زندگی بهتری داری، به آرامش بیشتری میرسی و احساس خود ارزشمندی بیشتری داری، در نهایت هم سود دنیوی و اخروی به جیب خودت میره. در واقع دنیایت میشه مزرعه آخرت. دقیقاً. که دنیای ماندگار اونجاست. دقیقاً. یعنی میخوان بگن آقا هرس باعث هلاکتت میشه، طمع باعث هلاکتت میشه، اونجا جهنم برای انسان خلق میشه. احسنتم. اگر افسار شهوت و هرس و طمع کنترل بکنی، در دستت باشه و معیار حرکتت عدالت و احسان باشه و به فکر ای باشی که بر صراط مستقیم حرکت بکنی، راه راست بری، در نهایت خودت به منفعت و سود دنیاوی و اخروی میرسی. و اگر غیر از این باشه، افراط و تفریط بکنی، اخلاقیات رعایت نکنی، حقوق مشتری تو بحث ما رعایت نکنی، به فقر میرسی. ما روایت زیادی داریم کسی که با مشتری خوش اخلاق نیست، حق او رعایت نمیکنه، نتیجه او ذلت میشه، نتیجه او فقر و خاری و بدبختی میشه. و اصلا روایت داریم انسان خوش اخلاق روزی فراوان داره. چرا؟ بله. چون وقتی که خوش اخلاق باشه، مشتری ها به سمت اون مراجعه بله. میکنن، یک برند حاصل میشه. این را جناب دکتر توکل، خود ما و شما هم شاید بله. در جایگاه مشتری وقتی که سر و کار داشتیم با دکاندارای بله. مختلف بله. این را کاملا شاید بله. حس کرده باشیم و با تمام موجود در کرده بله. باشیم. اگر اجازه بدید یک وقفه بگیریم، بعد از وقفه باز برمیگردیم ادامه گفتگو. دعوت میکنم به میان برنامه بسیار کوتاه. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی؟ سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی؟ با کلافی بنشستم سر بازار رخند، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی؟ همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی؟ هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی؟ ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی؟ شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل
لولی کل فرج. مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما با شما خوبان و همراهان گرامی است. شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با ما مرتبط شوید. هر نوع سوال، پیشنهاد، دیدگاهی دارید درباره برنامه های تلویزیون جهانی هادی، مخصوصا برنامه به وقت بیداری و از جمله همین برنامه که موضوعش هست اخلاق تجارت و کسب و کار، که امشب درباره مشتری مداری و حقوق مشتری بحث میکنیم، با ما در میان بگذارید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم. اجازه بدید که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. جناب دکتر توکلی گرامی، خب اگر ممکنه دکاندار پرسان کنه یا کسی که اهل تجارت و کسب کاری هست، تاجری بازرگانی، شما چقدر به این حقوق مشتری تاکید میکنید؟ چقدر مشتری رو بهش اهمیت قائل میشد؟ خب این اهمیت رعایت حقوق مشتری یا مشتری مداری چه جایگاهی داره و اگر رعایت نشه و چه پیامدهایی برای خود همین دکاندار و برای همین تاجر و در کل برای تجارت و کسب و کار داره؟ بله، بسیار نکته خوبی است. من میخوام توجه بینندگان عزیز به این مسئله معطوف بکنم که چند تا نکته ماها باید توجه کنیم. ببینید، یک کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، کار نمیکرد، تو خونه خود مینشست و به قول خودش مشغول عبادت بود. به حضرت فرمود که ابن رسول الله، برای من دعا کن که من پولدار و ثروتمند بشم به تعبیر ما و رزق و روزی من زیاد بشه. حضرت فرمود که من برای تو دعا نمیکنم. بعد این طرف تعجب کرد که چرا دعا نمیفرمایید؟ حضرت فرمود چون تو نمیخوای که کار بکنی و تن خور به زحمت بیاندازی، میخوای داخل خانه بشینی تنبلیر پیشه بکنی و کسالتر، و نظام جهان بر ای اساس قرار داده شده که بله خداوند رازقه، اما از طریق اسباب و وسائل رزق میده. بله. تو برو کار کن، من برای تو دعا میکنم. این شخص رفت کار کرد، مشغول دامداری شد. بعد از چند سال وجود مقدس امام صادق، ایشون در یکی از بازارهای مدینه دید که صاحب گوسفندان و شترهای زیادی شده بود. با خوشحالی آمد سمت امام صادق و به حضرت فرمود که بعد سلام گفت که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که چه کسی امام و پیغمبر قرار بده. شما خاندان وحید و دقیقا به تعبیر بنده اون نقطه ضعف و پاشنه آشیل مر به تعبیر بنده اشاره کردید. حضرت دقیقا انگوش گذاشت رو نقطه اصلی که طرف مشکل داشت، یعنی یک راه را نشان داد که زندگیش متحول کرد و این سیره اماما هست. بسیار آموزنده است این روایت. جناب ببینید این چقدر عجیبه واقعا. این روایت در کتاب وسائل شیعه است. میشه درباره همین روایت یک جلسه بحث کرد. چقدر زیباست واقعا. درست. و این به ما نشان میده که آقا اخلاق کار، اخلاق تجارت از نظر اسلام چقدر ارزش داره. خود کار چقدر ارزشمنده. بله، خود کار چقدر ارزشمنده. صاحب شترهای فراوانی شد که بعد او شترها در مسیر حج و در مسیر امور خیر استفاده میکرد و یکی از اصحاب و از خصیصین امام صادق شد. درست. میخوایم عرض کنیم که ببینید چرا اخلاق حق مشتری مهمه. زیرا خداوند که مسبب الاسباب هست، رزق ما را از طریق کار و از طریق مشتری قرار داده. درسته که خداوند رازقه، اما همین خود خدا به پیامبر فرموده که اگر اخلاق خوب داشته باشی من رزق تو زیاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی محبت تو در قلوب دیگران ایجاد میکنم. درست. و ببینید قرآن میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح داشته باشه، خداوند محبت او در دل دیگران قرار میده. عمل صالح در این بحث ما یعنی مشتری مداری، یعنی رعایت حقوق مشتری. در بحث تجارت و کسب و کار عمل صالح یعنی اکل مال به باطل نداشتن، یعنی حق دیگران ضایع نکردن، کسب حلال کردن، کسب رزق حلال. خب این خیلی مهمه. زیرا ببینید در دنیای امروز میگن آقا زیرا اندازه حساب بانکی شما دقیقا مربوط است به اخلاقی که با مشتری خود دارید، زیرا موفقیت شما در کسب و کار دقیقا مربوط است به رضایت مشتری، زیرا ادامه داشتن سازمان تجاری شما و پیشرفت شما در رقابت با رقیبان دیگه دقیقا مربوط است به این که مشتری از شما راضی هست یا راضی نیست. شما تنها در این دنیا
شما که عرض میکنم شما نوعی بنده شما هر کس ببینید ما به تنهایی تجارت نمیکنیم، دیگرانی هم هستن که همزمان با ما موازی با ما تجارت میکنن، رقابت هست، دنیا رقابته. بله خب اگر ما اخلاق مشتری رعایت نکنیم، حقوق او رعایت نکنیم، او مجبور نیست که پیش ما بیاد، او هست که تعیین میکنه که از ما خرید بکنه یا نه، او هست که تعیین میکنه به مغازه ما، به دکان ما بیاد یا نیاد، مشتری هست که تعیین میکنه که ما در کسب و کار خود موفق باشیم یا نباشیم. به این دلیل هست که ما میگیم حق با مشتری است. چرا؟ چون اگر مشتری از ما راضی باشه، ای باعث ایجاد یک اعتماد میشه، باعث ایجاد یک در واقع ثبات خاطر میشه و باعث میشه که روابط اخلاقی بین مشتری و فروشنده یا او سازمان تجاری برقرار بشه. در دراز مدت مدیران شرکت، کارمندان، کارگران، مصرف کنندگان و خود مشتری به یک رضایت خاطر باطنی برسن و در این صورت هست که همه راضی میشن و خدا هم راضی است. درست. اگر چون این هست، بنابراین ما باید حق مشتری رعایت بکنیم. درست. حتی اگر این جمله رو عرض کنم و بعد وارد فرمایشات شما بشیم، حتی اگر مشتری میگن بد اخلاق هست، ناسازگار هست، ما باید با این مشتری ما باید سازگار باشیم. چرا؟ به جهت اینکه ما میخوایم کالا و جنس خود به او بفروشیم. درست. حتی اگر مشتری ما بد اخلاقه، ما اگر میخوایم در کار خود موفق باشیم باید با او در واقع مدارا بکنیم. پیغمبر فرمود، در اصحاب جمع کرد، فرمود که اقربکم الی احسنکم خلقا، نزدیکترین شما به من کسی است که اخلاق خوبی داره. و بعد در آیه شریفه داریم که ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. حتی اگر از کسی بدتون میاد، آدم خوش اخلاقی نیست، عبوسن غمتری راه هست، قیافه خوبی نداره به هر دلیلی، ولی ارباب رجوعی شماست، حالا لازم نیست که حتما جنس بخره، ممکنه که شما معلم باشید، شاگرد کلاس شماست. بله. شما مثلا پزشک و دکتر هستید، طرف معامله یا طرف کار شما. بله هست. طرف کار شماست، باید با اون مدارا کنید. ببینید اینکه امام رضا میفرماید مدارای با مردم نیمی از عقله، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر با مردم مدارا بکنی دنیای بهتری داری، آرامش بهتری داری و میتونی به در واقع خوشی و لذت و آرامش برسی. ده. شعر حافظ فراموش نکنیم که گفت که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. درود بر شما. بله. جناب آقای توکلی بسیار نکات ارجنده ای رو فرمودید، ما استفاده کردیم. خب ولی سوال دیگه باز اینجا هست، ما فهمیدیم که اگر بخوایم موفق باشیم در کسب و کار خود باید مشتری راضی نگه داریم. بله. سوال مهم این است که چه قسمی؟ بله. از چه راهی؟ صرف با همه که بله. ما در وقت معامله بله. و داد و ستد یا ارائه خدمت مثلا پیش و قاش خوش اخلاق باشیم، خوش اخلاق باشیم و با صورت نیست. بشاشی با چهره بله. بازی باش برخورد کنیم بله. کافیست یا ای که اخیر. نکات بله. دقیق دیگه اینجا بله. هست. اصولی داره. درود بر شما. ببینید این که ما فکر میکنیم مشتری مداری یعنی که صرفا خوش اخلاق باشیم، بگیم، بخندیم، نخیر. این یک نگاه اولیه است، ولی بحث اینه که اصولی ضروری هست ولی کافی نیست. لازم هست اما کافی نیست. حالا ما ببینیم که چون وقتم کوتاه هست اگر اجازه بدین من خیلی سریع عرض میکنم. اولین اصل مشتری مداری اینه که ما در اداره و سازمان تجاری و دکان خودمان، در شرکت خودمان کارمندانی استخدام کنیم که اینا مشتری مدار باشن. چون اگر کارمند مشتری کارمند هست و کارگر ما هست که با مشتری سر و کار داره، مدیر شرکت هیچ سر و کاری نداره. بله بله. او اگر مشتری مدار باشه، او کسی که در خط مقدم بله هست. خط مقدم احسن، او هست که با مشتری در ارتباطه، او هست که جنس خرید و فروش بله. میکنه یا حتی مبادله کالا میکنه، در مسیر حمل و نقل هست. او اگر از ما راضی باشه و مشتری بتونه راضی نگه داره، این میتونه در واقع مبلغ ما او هست، تابلوی ما او هست. مردم مدیران شرکت نمیبینن، مردم بله. مدیران بالا دستیر اصلا با اونو ارتباطی ندارن، مردم ارتباط مستقیم دارن با کی؟ با کارمندان بله بله. و با کسانی که در واقع ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارن. درست. لذا اینا باید تفهیم بشه براشون که مشتری چه جایگاهی داره در موفقیت شرکت و دکان و باید حقوق مشتری رعایت بکنن اگر میخوان که خودشان در این کار ثابت باشن و
در واقع معاش ماهانه اونا تأمین بشه، اگر نه شرکت ورشکست بشه خود اونا ورشکست میشن. بر صورت اونا را راضی کنه که شما میخواین موفق باشین و بتونید اینجا کار کنید، باید مشتری از دست شما از پیش شما ناراضی برنگرده. خب شما تازه به وارد اصول شدید، اجازه بدید که یک وقفه داشته باشیم، دوباره برمیگردیم ادامه صحبت‌های شما و در واقع ادامه اصول مشتری مداری. سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید. از این حوصله شما و از این همراهی شما ما سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما بمانید. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. قلبم گواهی می دهد که به یقین تو می آیی، تو می آیی به آینه های زنگار گرفته جهالت و سکوت را دوباره جلا خواهی داد، می آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. دلم را خیشاوند تمام پنجره های جهان می کنی، تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می زنی و فریادهای فرو خفته ستم دیدگان جهان را معنا می بخشی. گوش جهان را که از فریادهای گوش خراش شیاطین کفر و الحاد کر شده است با زمزمه روح بخش محبتت نوازش می کنی. می آیی و من خوب می دانم که روزی از همین دریچه که سالهاست بسته مانده است جوانی خواهد روید، جوانی سبز که از خیال همیشه منتظر من به سمت آسمانهای آبی حضور تو سر بر خواهد آورد. تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت و رودهای احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظران واقعیت جاری می شوند. ای تجلی مهر خداوند در زمین، شورزار خشک دلهای خسته من در انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست. سوار سبز پوش آرزوهای ما، روایتگر فتح و پیروزی مسلمانان، وارث پدر وارث بعد، ذوالفقار حیدر در دستان توست و نرمی کلام مصطفی از زبان تو جاری می شود. یا حجت الله علی خلقه، بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد. بی تو کدام دست مهر سرشک غم از دیدگان یتیمان بر می گیرد؟ رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. قامتی به استواری کوه، دلی به بیکرانگی دریا و صمیمیتی به گرمی خورشید میخواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دلها را به منزلگاه امید کشاند که ظهور تو اجابت دعای ماست. یا صاحب الزمان،
بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون هادی، مخاطبان نازنین، امیدواریم بحث از این رضایت مشتری و مخاطب هست. شما هم که در واقع خریدار و مشتری کالای تلویزیون جهانی هادی هستید، یعنی شما هستید که به برنامه ما ارزش میدید، و اگر شما نباشه و ارتباط شما باشه و کی ما نباشه، خب تلویزیونی بی بدون مخاطب و رسانه بی مخاطب چی جایگاهی داره و چی ارزشی داره؟ سرمایه اصلی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری شما هستید و ما دوست داریم شما با ما مرتبط باشید. مثبت 964-780-255-4013 ارتباط شما قوت قلب است و پشتگرمی است برای خدمتکارانتان در این رسانه. اجازه بدید برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحثشان. جناب دکتر توکلی، اصول مشتری مداری یا اون نکات و سرفصل هایی که در اخلاق مشتری مداری مطرح است رو شما مطرح فرمودید و ادامهش رو میشنوید. بله، هستیم خدمت شما. گفتیم که اولین مسئله استخدام کارمندان و کارگران است که با اصول مشتری مداری آشنا باشند. بله. چون اگر آشنا نباشند، اینها در واقع به تعبیر مردم مشتری میپرونند. بله. یعنی باعث میشن که این کسب و کار ما دچار کسادی بشه، دچار خسران و ضرر بشه. بله. بازدهی مناسب نداشته باشه و در نهایت او در واقع فلسفه تشکیل کسب و کار از بین بره، یعنی سود دیگر ما نیاد و کسب و کار جمع بشه. درست. این نکته اول. نکته دومی بود که عرض کردیم که رضایت مشتری سرمایه ماست. ای که میگیم سرمایه هست، ببینید دقیقاً ارتباط پیدا میکنه با مباحث اخلاقی. یعنی وقتی که ما حقوق او رعایت بکنیم، وقتی که او را از هر نظر راضی نگه داریم، بساطت وجه داشته باشیم، خوش اخلاق، چون پیغمبر فرمود الق اخاک به وجه منبسط، این خیلی مهمه. بله. که با برادر مؤمن با روی گشاده برخورد بکنه. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. بله، امیرالمؤمنین درود بر شما فرمودن که تو نهج البلاغه هم هست، فرمود که مؤمن اگه ناراحت هست، ناراحتی خود در دل خود نگه می‌داره، ولی با مردم که هست دیگه ناراحتی خود اظهار نمی‌کنه، با دیگران با صورت گشاده برخورد می‌کنه. نکته بعدی اینه که می‌خوام بگیم که آقا چطور مشتری مداری باعث سود بیشتر میشه، از چه راهی؟ بله. دلیل شما چیست برای حرف؟ میخوایم عرض کنیم که ببینید وقتی مشتری از شما راضی باشه، شما مشتری مدار باشید، حقوق او رعایت بکنید، اولین کاری که میشه اینه که میاد دوباره از شما خرید میکنه، یا از شرکت شما، از سازمان شما خرید میکنه. تکرار خرید میشه. سرمایه. بله. این همون اعتبار، ببینید همون برند. این که میگن خانه دل درست کن، حقوق او رعایت کن، جلو پاخور نبین، بره همینه که در دراز مدت فکر کن، کوتاه مدت فکر نکن. کاسب و تاجر کوتاه نظر و کوتاه بین صرفاً سود اولیه و کوتاه مدت نگاه میکنه، در دراز مدت ضرر میکنه. چرا؟ چون مشتری مدار نیست. مشتری اما انسان عاقل، بله، اهل تدبیر هست و آینده رو میبینه. یک. دوم، این که از طریق مشتری راضی ما میتونیم کالاهای جدید بفروشیم بدون اینکه هزینه تبلیغات پرداخت کنیم. شما برای اینکه همین مشتری جذب بکنید کلی تبلیغات کردید. خب حالا این مشتری جذب شده، آمده با شما دوست شده و این دیگه از دست ندید. یاد حدیث مبارک امام علی افتادم که فرمود آدم نادان کسی است که در بین مردم دوست نداره، اخلاء نداره. بله. و نادانتر از او، بدبختر از او کسی است که دوستانی که به دست آورده از دست میده. از دست بده. ببینید تعالیم دینی دوستای موجود هم دوستان نداره. تعالیم دینی برای این آمده که هم دنیای ما رو آباد بکنه و هم آخرت ما. و اینا خیلی خیلی مهم هست. نکته بعدی اینه که ببینید وقتی ما مشتری مدار باشیم، میتونیم در واقع وفاداری ایجاد کنیم در مشتری. رضایت با وفاداری متفاوت است. ممکنه یک مشتری از شما خرید بکنه، راضی هم باشه، اما وفادار نباشه. یعنی چی؟ یعنی الان از شما خرید کرد، دفعه بعد میره از رقیب شما خرید میکنه. وفاداری وقتی ایجاد میشه که این رضایت مشتری تکرار بشه. وقتی به مرور زمان این رضایت تکرار بشه، تکرار و تکرار و تکرار، یک حالت اطمینان قلبی در مشتری ایجاد میشه که او در واقع میتونه مشتری های دیگر برای شما جلب کنه. او خودش میشه مبلغ شما. بله. او خودش در واقع بدون اینکه شما هزینه پرداخت بکنین، اولا خودش مشتری شماست، ثانیا 100 تا مشتری دیگر او برای شما جلب میکنه. لذا ببینید، این که میگن در تعالیم دینی داریم آدم خوش اخلاق، آدم عادل
رزق فراوان داره، یکی از راه‌ها و دلایلش این هست. بله. نکته بعدی این هست که ببینید احترام در همه جا و برای همه مشتریان ضروری است. این که میگیم همه جا و برای همه مشتریان، ممکنه ما به عنوان فروشنده یک روز حال خوبی نداشته باشیم، مشکلات زندگی، مثلا بیماری خانواده یا هر دلیل دیگه، زیان های مالی، کسادی بازار باشه، احسن کسادی بازار، بالا پایین رفتن مثلا جنس، ولی این دلیل نمیشه که ما با مشتری بد اخلاقی بکنیم. هر وقت که بد اخلاقی کردیم در واقع به خودمون ضربه زدیم. قرآن میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. اگر خوبی بکنید به خودتون برمیگرده. این جهان کو هست و فعل ما ندا. سوی ما آید نداها را صدا. هر کاری که بکنیم نتیجهش به خود ما برمیگرده. لذا اگر ما از به هر دلیلی ناراحتیم، دلیل نمیشه که ناراحتی خود بر سر مشتری خالی بکنیم. در همه جا و برای همه مشتری ها، خرد و کلان، هموطن و در واقع بیگانه، آشنا و غریبه، و برای هر انسانی با هر موقعیتی باید احترام قائل بشیم و سعی بکنیم که او را از خودمان راضی نگه داریم و جنسی که به او میدیم در مقابل جنس احساس مسئولیت داشته باشیم. بله. من خیلی سریع از میکنم برای که وقت ما خیلی کوتاه هست. درست. بحث بعدی این هست که ببینید هر مشتری به ذاته و به تنهایی با ارزشه. ما انسانها رو نباید دست کم بگیریم. یک شخص میتواند 100 تا مشتری دیگر برای ما جلب بکنه. آدم ها نباید به دیده در واقع کوته بینانه نگاه کرد. استحقار مؤمن یه علامت عقل نیست. ببینید قرآن میفرماید که یک انسان مساویس با همه انسان ها و همه انسان ها مساویس با یک نفر. در اون آیه شریفه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا، بعد در ادامه دارد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یکی از بزرگان میفرمود عقل بشر هنوز به این مرحله نرسیده که این آیه شریفه بداند که ارزش یک انسان برابر است با ارزش همه انسان ها. ما اینجا تو بحث خودمون میگیم آقا یک مشتری چون انسان است و کرامت انسانی داره و خلیفه خداست و این آدم میتونه در دراز مدت خود این میتونه مجرای سود و منفعت فراوان باشه. حتی اگر شما نگاه سوداورانه دارید به مسئله، همین آدم میتونه 100 تا مشتری به شما جلب بکنه. درست. یا 100 نفر از در واقع کسب و کار تجاری شما دور بکنه. در واقع در قدم اول میگیم چون انسان است، چون بله. مؤمن است، چون انسان کرامت داره، چون بله. مؤمن حرمت داره، بله. شما باید این را احترام کنید. بله. حالا میگیم اگر شما من کسی باشه که به این ارزش ها از این باب نگاه نکنه، بله، به قول شما از باب از دید منفعت و سود، بله، شخصی خودت هم اگر نگاه، بله، کنی باید حق رو به مشتری بدی. دقیقاً. ببینید ما توی ادبیات حکیمانه خودمون داریم که سه چیز کمش هم زیاد است. یکی آتش، آتش کمش هم زیاده. اگر آتش کم جلوش نگیرید کل خانمان شما رو یک جنگل آتش میزنه. دوم بیماری، بیماری کمش هم زیاد است. اگر کم بود جلوش گرفتی نگرفتی زیاد میشه، که در کرونا ما ایره با دقیقاً تمام وجود دیدیم که چطور مسلسل هی منتقل میشه، کل دنیا رو گرفت. بله، کل دنیا رو گرفت. و سوم در واقع دوست ناراضی یا به تعبیری دشمن کمش هم زیاد است. کسی که از کسب و کار شما ناراضی است به تعبیری در یک حد کمی میتونه دشمن باشه. دشمن باشه نه به این معنا که بیاد دشمن جان سر ما، بله، دشمن جان نیست، ما دشمن سرمایه و کسب و کار ماست. بله. لذا یک انسان به تنهایی ارزشمند هست. اصل بعدی اینه که مشتری مداری این است که حقیقت موفقیت و مشتری مداری اینه که ما با آدمای ناسازگار کنار بیاییم. ببینید اصلا در بحث موفقیت میگن آقا موفقیت این نیست که شما با آدمایی که دوست شما هستن، خواهان شما هستن، هم فکر شما هستن و مرید شما هستن با اونا کنار بیایید، که هنر نیست. موفقیت یعنی سازگاری با آدمی که با عقیده شما مخالفه، اندیشه و سلیقه شما رو قبول نداره، راه و روش شما رو قبول. مثلا شما اگر تونستین با اخلاق بد همسر خود در خانه کنار بیاین، با بعضی از ناسازگاری های خانواده کنار بیاین، شما آدم موفقین. موفقیت یعنی سازگاری. در محیط طبیعت ما میبینیم
حیواناتی و موجوداتی سازگار میمونن که در خودشون با طوفان‌ها هماهنگ میکنن. بیشترین قدرت وفق دادن داشته باشه. بله. دارن با تغییرات عالم. چون ببینید نظام هستی نظام کون و فساده. نظام تغییره. مشتری امروز حالش خوبه میخنده، فردا حالش خوب نیست. شما باید همیشه حالتون خوب باشه و خوش اخلاق باشید. بنابراین اصل مشتری مداری اینه که مشتری ناسازگار با خودتون هماهنگ کنید. روانشناسا میگن همیشه 10-15% مشتری ها و ارباب رجوع ناسازگارن، ناراضین. و سازمانی و دکانداری تاجری موفق است که بتونه هرچی بیشتر از این 10-15% از خودش راضی نگه داره و این خودش هنری است که هم دین و هم تعالیم علمی به ما میده. نکته بعدی که خیلی سریعتر باز عرض کنم این است که ببینید شکایتی که مشتری میکنه این بهترین راه شناخت موفقیت یا عدم موفقیت ماست. یعنی حتی همین شکایت مشتری باید بله. قدر بدانیم. بله دقیقاً دقیقاً. شما از طریق شکایت مشتری میفهمید آسیب های کارتون کجا بوده، در کجا پاشنه آشیل شما کجاست، نقطه ضعف شما کجاست، از چه طریقی ممکنه که شما شکست بخورید. مشتری هست که تعیین میکنه که این جنس شما کیفیتش در چه حده، آیا قابل رقابت هست با درست. جنس های در واقع رقیب در بازار یا نیست. این نکات ضعف ببینید، این عیب ها باید جدی گرفت، مهم پنداشت. و مشتری با ما دشمن نیست، این اصل اولی است. مشتری دوست ماست. اگر ما اون شکایت هایی که مشتری از ارباب رجوع، از کارمندان، از کارگران، از جنس و از محصول ما داره اونا جدی بگیریم و هر روز به فکر تکامل خودمون باشیم، نقد پذیر باشیم، میتونیم در واقع هر روز موفق تر باشیم. قرآن هم داره که میفرماید که بسیار کوتاه اگر بفرمایید فرصت تمام هست، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. با شکایت مشتری بشنویم، به اون جایی که فکر میکنیم به حق هست او نکته در واقع بهش اهمیت بدیم و رفع عیب و نقص کنیم. بسیار سپاسگزار هستیم. انشالله که خداوند با ما توفیق بده، حاصل این گفتگوها نتیجهش و حاصلش رشد ما باشه و هم زندگی ما اخلاقی تر شوه و هم حقوق ما به گونه ای باشه که بتونیم رعایت کنیم حقوق دیگران را و در نتیجهش این باشه که زندگی دنیای ما وفق مراد و مرضی خداوند باشه بله. و در آخرت هم انشاءالله که سعادتمند باشیم. انشاءالله سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. انشاءالله در جلسه آینده پس انشاءالله یک چند تا از این اصول مشتری مداری یک دو سه تاش باقی مان اینا رو در جلسه بعد درست. اشاره میکنیم، بعد میریم به حقوق فروشنده. درست اون مباحث انشاءالله اشاره خواهیم کرد. بسیار سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز و گرامی که با حوصله مندی تا پایان برنامه با ما همراه بودید، همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی. شبی خوب و خوش و آرام رو براتون آرزو میکنم. الله پاک یار و نگهدارتان باد.